طی 9 ماه بیش از 80 هزار بمب فقط روی لندن ریخته شد. بعضی محله‌ها کلاً نابود شد. 1 میلیون ساختمان پایتخت آسیب دید یا ویران شد و بیش از 40 هزار بریتانیایی جان خود را از دست دادند. خب واکنش بریتانیا چه بود؟ وقتی کشور چند ماه پشت سر هم بمباران شد چه اتفاقی افتاد؟ آیا مردم حالت تشنج بهشون دست داد؟ آیا مثل وحوش رفتار کردند؟ سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ارشام از استودیوی تایملسون. تو این ویدیو می‌خوام بچه‌ها راجع به کتاب آدمی یک تاریخ نوید بخش از روتخر برخمان صحبت بکنیم. اسم خیلی سختی داره این کتاب. بچه‌ها یه ایده نسبتاً رادیکال داره. خودش هم اول کتاب میگه اغلب افراد در باطن نسبتاً نیک هستن و میخواد با این تفکر مقابله بکنه که ما معمولاً فکر می‌کنیم آدم‌ها همشون خشنن، همه دوست دارن خودخواه باشن، همه افراد به فکر سود شخصی هستن. کل این کتاب بچه‌ها داره مثال‌هایی برای ما میزنه که به ما ثابت بکنه این تفکر شاید خیلی هم درست نباشه. خیلی از مثال‌های معروفی که تو ذهن ما هست از نمونه خشونت‌های آدم‌ها رو برای ما مثال میزنه تا بگه چجوری رسانه اومده بخشی از این اتفاقات رو بولد کرده تا ما به این باور برسیم که کلاً گونه ما گونه خشنیه. حداقل مثال‌هایی برای ما میزنه بچه‌ها که ما به فکر فرو بریم که آیا واقعاً آدم‌ها باطناً خیرخواه هستن یا نه فقط به فکر منفعت شخصی هستن و دلشون می‌خواد با خشونت خودشون رو پیش ببرن. متنی که اولین قسمت خوندیم راجع به چی بود بچه‌ها؟ میاد با یه خاطره شروع می‌کنه نویسنده و یه داستان واقعی. داره راجع به سپتامبر سال 1940 صحبت می‌کنه که هیتلر لندن رو بمباران کرده. میگه چند ماه از این بمباران‌ها گذشته. البته این روند رو کامل توی کتاب تعریف می‌کنه، من می‌خوام کلیت این داستان رو بهتون بگم. و میگه توی روزهایی که حتی بمباران بود و روزهای بعد از اون، انگلیسی‌ها داشتن خیلی راحت کار روزمره‌شون انجام می‌دادن. میگه ممکنه شماها فکر بکنید که این به خاطر ذات مغرور انگلیسی‌هاست. میگه خیلی از آدمایی که اون موقع می‌رفتن مطالعه می‌کردن میگفتن هیتلر انگلیسی‌ها رو خوب نشناخته. اون فکر می‌کرده که انگلیسی‌ها دچار یک فروپاشی احساسی میشن حتی وقتی که شهر لندن رو بمباران بکنه. اما میگه وقتی چند روز گذشته یا تو حین همون اتفاقات خیلی میومدن همچنان توی خیابون چای میخوردن. آدم ها میگه به طعنه، میگه بعضی این فروشنده ها میگفتن درسته که مغازمون شیشه نداره ولی ما داریم به زندگیمون ادامه میدیم. میگه این به خاطر غرور انگلیسی ها نبود که این اتفاق افتاد. تو جاهای دیگه از جهان هم مثل جنگ ویتنام که توسط آمریکا صورت گرفت، اونجا ما این ریاکشن ها رو میدیدیم. میگه عموما این تفکر وجود داره که وقتی یک بحرانی به وجود میاد توی یک شهری، حالا مثل لندن در این مثال، آدم ها باید به فکر منفعت شخصی باشن، یهو بریزن تو فروشگاه همه چی رو غارت بکنن. اما میگه واقعیت اینه که بحران ها در بسیاری از موارد باعث شده که آدم ها اتفاقا به هم نزدیکتر بشن. حالا تو ادامه مثال های بیشتری میزنه تا بخواد حرفش رو به ما ثابت بکنه. نویسنده یک نقل قولی برای ما میکنه از یک فیلسوف و میگه که بیان یه سوال رو مطرح بکنیم. فرض کنیم ما 2 سیاره داریم. توی سیاره الف آدمهایی زندگی میکنن که خودخواهن. میگه شما فرض کنید یه هواپیمای فرود اضطراری کرده، این هواپیما داره آتش میگیره. همه افرادی که ساکن سیاره الف هستن مراعات میکنن، اول اجازه میدن بچه‌ها و پیرمردها یا افرادی که معلولیتی دارن، مشکل جسمی دارن خارج بشن و بعد خودشون به دنبال اونها از هواپیما خارج بشن. اما ساکنین سیاره ب افرادی هستن که فقط به منفعت شخصی فکر میکنن، میخوان همه رو کنار بزنن اول خودشون از این هواپیما خارج بشن. میگه به نظر من اگر امروز روز بریم از همه آدم‌های کره زمین این سوالو بپرسیم، 97% فکر می‌کنن ما ساکن سیاره ب هستیم. یعنی توی شرایط بحرانی هممون می‌خوایم منفعت شخصیمون رو در نظر بگیریم. اما میگه واقعیت اینه که تقریباً تمامی ما توی سیاره الفی. حالا میاد یه سری از اتفاقات تاریخی مهم که احتمالاً شنیدیم و مثال می‌زنه که بگه در واقعیت چی پیش اومده. مثلا قضیه تایتانیک رو تعریف می‌کنه که یکی از شاهدین گفته که من حیرت زده شدم از اینکه تقریباً توی اون شرایط هیچ انسانی نبود که هول و ولاش باعث این بشه که حق یکی دیگر رو بخواد بخوره یا یکی دیگر رو از بین ببره. تقریباً همه‌شون به همدیگه تعارف می‌کردن موقعی که می‌خواستن خارج بشن. حادثه 11 سپتامبر که خیلی به زمان ما نزدیک هست و مثال می‌زنه که آدمو توی راهرو اجازه می‌دادن مامورای آتش‌نشانی اول خارج بشن. میگه دم پله آدما وایساده بودن به همدیگه تعارف می‌کردن که اول تو برو. میگه متأسفانه توی رسانه عموماً این بخشا خیلی پروموت نمیشه چون اتفاقاً دراماتیک نیست یا دالی بر شواهدی که قبلا داریم نیست. چون این تفکر الان عامه شده بین مردم که ما موجوداتی خشن هستیم، رسانه و فیلم‌های سینمایی هم دارن همین مطالبو به خورد ما میدن و اون بخش‌هایی که با نشون دهنده خودخواهی آدم‌ها هست رو بیشتر دارن پروموت میکنن توی دنیا. نویسنده میگه توی دهه 1980 یه آمارگیری رو تقریبا تو 100 کشور جهان انجام دادن و از آدما سوال کردن که به نظر شما آیا میشه به اغلب افراد اعتماد کرد یا نه. میگه متأسفانه در
اغلب کشورهایی که این سوال پرسیده شده بود، مردم گفته بودن که ما حس اعتماد نسبت به اکثریت مردم نداریم. برای نویسنده این خیلی جالب بود، البته برای خود منم این جالبه که ما چطوری یک دایره دوستانی داریم که خیلی معتمدمونن، اما متاسفانه این دایره دوستان آشناییمون که خارج میشیم نسبت به بقیه آدما حس بی‌اعتمادی داریم، در صورتی که خود اون آدما هم خودشون یه سری اکیپ دارن، یه سری گروه دارن که برای خودشون قابل اعتمادن. میگه کلا این عدم اعتماد نسبت به هم نوع و یا حتی هم کشور هم محله ای، اینا از کجا میاد؟ باز برمیگره به همون مبحث اخبار. میگه اخبار یک ماده اعتیادآور شده برای جامعه امروز، و البته من اینو بگم بچه‌ها، نویسنده اینجا خارجیه. یه سری از مطالبی که ما راجع به اخبار میخونیم، کلا توی خیلی از کتابایی که ما مطالعه میکنیم، همیشه توصیه میکنن اخبار رو دنبال نکنید. من اینو بعد در نظرم بگیرم که این نویسنده این کتاب خارجیه. دنبال نکردن اخبار برای یک آدمی که توی امریکا یا اروپای غربیه به نظرم راحت تره تا برای ما، چون ما توی ایران خیلی با مباحث سیاسی درگیر هستیم و مباحث سیاسی تأثیر مستقیم توی لایف استایل و جزئیات زندگیمون دارن. شاید ما مثل یک اروپایی نتونیم مواجهه خودمون با اخبار رو محدود بکنیم، اما حداقل میتونیم به این مسئله قائل باشیم که جهان به این بدی که در این اخبار داره گفته میشه نیست و واقعیت زندگی ما. حداقل تصورمون رو از کشورهای خارجی یا بحرانهای جهان تغییر بدیم، چون میگه متاسفانه انسان امروز به واسطه این گسترش این سوشال مدیا اعتیاد پیدا کرده به این اخباری که بهش میرسه، و طبعا اخبارم باید جذابیت به وجود بیاره تا بتونه مخاطب خودش رو درگیر بکنه که بازم بتونه بهش خوراک برسونه. و خب این جذابیت چجوری ایجاد میشه؟ به ما قبلا این کتابی رو کار کردیم بچه، کتاب واقعیت، من لینکش رو میذارم. میگه هیچ وقت اخبار پا نمیشه بگه امروز هیچ حادثه هواپیمایی رخ نداد و هیچ هواپیمایی سقوط نکرد، اما اگه یه هواپیمایی سقوط بکنه 10 روز راجبش خبر کار میکنن. یعنی میگه ما خیلی تونستیم پیشرفت بکنیم از نظر امکانات فیزیکی در همه جای جهان، منتها این چون قابلیت دراماتیک شدن نداره، متاسفانه اخبارها اصلا به این خبرهای خوب یا موفقیت‌های انسان نمیپردازن. چرا؟ چون جذابیتی نداره. ما باید دراما تولید بکنیم که آدم‌ها بازم بشینن اخبار ببینن. البته ما میتونیم یک نگاه تکاملی هم بهش داشته باشیم. نویسنده میگه کلن گونه انسان همواره در معرض تهدیدهای خیلی زیادی بوده تا همین جهانی که ما اخیراً ساختیم. یعنی ما مواجه همون کلن با ناامنی بیشتر بوده و بنابراین یک ترسی همیشه در وجودمون بوده، و این تأثیر گذاشته الان که ما اخبار رو بیشتر دنبال بکنیم یا همیشه خبرهای بد برامون نموده بیشتری داشته باشن تا خبرهای خوب. یعنی یک دلیلش اینه. یک دلیلش هم میگه که کلن ما یک پیش‌داوری داریم که اخبار این پیش‌داوری رو میاد به نوعی میخواد توی ما دوباره بازتولید بکنه. یعنی ما دلمون میخواد که راجع به جهان بد فکر بکنیم، خب اخبارم که داره همین دیتا رو به ما میده، چقدر خوب پس بشینیم اخبار ببینیم. یه نقل قولی میکنه از نسیم طالب، خیلی جالبه، میگه ما متاسفانه برای دیدن اخبار به اندازه کافی منطقی نیستیم، چون نمیتونیم درست اون اطلاعاتی که بهمون میده رو تجزیه تحلیل بکنیم. نویسنده تو ادامه با ناراحتی میگه متاسفانه هم مذاهب هم خیلی از روشنفکرایی که اخیرا توی جهان غرب وجود دارن همشون راجع به گونه خشن یا بد انسان صحبت میکنه. یعنی همشون میگن انسان خودخواه، انسان موجودی خشنه، انسان فقط به خودش فکر میکنه، و میاد حالا یه سری نقل قولا رو میکنه که من براتون از رو میخونم، جالب تره. میگه ماکیاولی میگه میشه تقریبا درباره همه مردم گفت که اونا ناسپاسن، دمدمی مزاجن و دورو. جان آدامز هم که میگه هر کسی اگه بتونه به یک مستبد تبدیل بشه حتما این کارو میکنه. از فروید برای ما نقل قول میاره که میگه ما وارثان یک توالی بی پایان نسل‌های از قاتلان هستیم، و میگه متاسفانه یک چیزی که بیشتر دردناک میکنه برای نویسنده و ما این افراد رو اینه که امروزه این افراد رو ما واقعبین قلمداد میکنیم، و حالا افرادی مثل ژان ژاک روسو که تو ادامه بهشون میپردازیم اینا رو آدمایی که فانتزی فکر میکردن. یعنی میگه هر آدمی که راجع به گونه انسان بد فکر میکنه ما میگیم این آدم آدم حسابیه، این اونه که تونسته واقعیت رو درک بکنه. تو ادامه نویسنده برای اینکه در نهایت به ما بخواد جواب بده که آقا آدما بالاخره در نهایت خیرخواهن یا دنبال شرن و اینکه تینتشون خوبه یا بده، میاد دو تا فیلسوف به ما معرفی میکنه، یکی توماس هابز، یکی هم ژان ژاک روسو. توماس هابز همون فیلسوفیه که خیلی عقایدش نسبت به سرشت انسان بده و میگه که ما باید در نهایت به شرارت گونه انسان باور داشته باشیم، در وجه مقابل ژان ژاک روسو قرار داره که حاضر ثابت بکنه که همه انسان‌ها در نهایت تینت و درون پاکی دارن. حالا نویسنده میگه آقا ما اگه هابز و روسو رو دوتا سر هرم در نظر بگیریم، تقریبا همه فیلسوفا اومدن بحثایی که این دو نفر انجام دادن رو ادامه دادن و شدن دوتا گروهی که همیشه مقابل همدیگه قرار دارن. میگه هابز داره در رابطه با گونه انسان چی میگه؟ میگه آقا گونه انسان از ابتدا فقط به فکر
خودش بوده، رفته قبیله های دیگر رو غارت کرده و به زن های اونها تجاوز کرده. کلا میگه تاریخ تکاملی ما همیشه با خشونت گره خورده و میگه این انسان آزاد در نهایت باعث شده که گونه خودش از بین بره. حالا یه پیشنهادی به ما میگه، میگه گونه‌ای که این همه شرارت داره در نهایت چجوری میتونه کنترل بشه؟ میگه ما همیشه با ناامنی‌ها و ترس‌های زیادی روبرو بودیم. در این لحظه اگه قرار باشه ما به یک امنیتی برسیم، این باید اتفاقا در شرایطی که همه بتونن با هم دیگه جنگ بکنن به دست بیاد. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا ما بیایم مقداری از آزادیمون رو از دست بدیم، حکومت‌هایی به وجود بیاریم که اینا بیان برای ما امنیت به وجود بیارن. البته این امنیت همیشه پایدار نیست، ممکنه کماکان وقتی ما حکومت‌های بزرگی رو به وجود میاریم یه حکومت بره یه حکومت دیگر رو از بین ببره، ولی میگه در نهایت تنها راه ما تسلیم کردن آزادی خودمون. میگه متاسفانه نظری که هابز داد باعث شد در آینده خیلی از دیکتاتورها به همین ایده بخوان دست بزنن به اینوی و بخوان این ایده رو تو گوش مردم بکنن که ما به دنبال اون حکومت هستیم. یعنی حکومتی که بیاد کل جهانی‌ها رو در بر بگیره و به دنبال رسیدن به این حکومت اتفاقا کلی قتل و غارت انجام بده. چرا؟ چون در نهایت قراره یک آسایش و آرامشی رو به وجود بیاره برای افرادی که تو دل حکومتشونن. یعنی میگه هابز اول اومده گفته که گونه انسان خیلی خشنه و بعد نتیجه و جوابی که برای از بین بردن این خشونت داده خودش باعث شده که خیلی از این دیکتاتورها و افراد سودجو بیان از نظراتش سوء استفاده بکنن و فکر کنن اونا اون حکومتی هستن که قراره کل جهان رو یک دست بکنه. حدودا 33 سال بعد از فوت توماس هابز، ژان ژاک روسو به دنیا میاد و تقریبا 100 سال بعد از فوت اونه که ژان ژاک روسو میاد نظریات و ایده هاشو مطرح میکنه. از نظر ژان ژاک روسو ما همون زمانی که اتفاقا به تمدن رسیدیم برای خودمون مشکلات بیشتری رو به وجود آوردیم. میگه اولین آدمی که اومد دور یه زمین رو حصار کشید و گفت این زمین منه، اولین فردیه که به گونه انسان خیانت کرده. ما تو کانال معماریمون یه محتوا ساختیم بچه، اونجا به این نقل قول ژان ژاک روسو اشاره کردیم. یعنی اولین آدمی که اومد مالکیت خصوصی برای خودش قائل شد، اون بزرگترین خائن به گونه بشر بود. میگه تو همون زمان آدمای دیگه باید میرفتن به این فرد اعتراض میکردن که نه خیرم، این زمین مال هیچ کس نیست، خود زمین متعلق به همه انسان هاست، نتیجه هم که از زمین به دست میاد باز برای همه انسان هاست. یعنی میگه از همون زمانی که به ظاهر ما متمدن شدیم و جامعه مدنی رو اومدیم تشکیل دادیم، اتفاقا بزرگترین خیانت رو انجام دادیم، چون همون زمان جامعه طبقاتی به وجود اومد، مالکیت خصوصی به وجود اومد و دیگه افراد در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. یعنی نه تنها اون حکومت ها و جوامع امنیت ما رو تامین نکردن که باعث شدن ما خشونت بیشتری به خرج بدیم. از نظر روسو اتفاقا انسان های اولیه خیلی همدلی بیشتری داشتن. اونا وقتی به یک غذایی میرسیدن، به یک جایی میرسیدن، وقتی یک محصول رو میتونستن تولید بکنن، با همدلی بیشتری اون رو تقسیم میکردن. اما از وقتی که جوامع مدنی شکل گرفتن، اون مفهوم دولت ملت به وجود اومد، دیگه این اوضاع تموم شد. نه تنها این قوانین به ما کمک نکردن که خودشون دست و پای ما رو گرفتن. البته که حرفایی که روسو هم زد در ادامه دستاویز افرادی مثل آناجیستا و کلن آشوبگرا شد که معتقد بودن که اگه شما آزادیتون رو از دست بدید عملا همه چیز از بین رفته. من اخیرا محتواهای جادی هم که دنبال میکردم این حرفو زد، میگن هر وقت به بهونه امنیت از شما آزادیتون رو گرفتن، شما نه دیگه آزادی دارید نه امنیت. یعنی در نهایت در جهان آزاده که ما میتونیم به تعادل بیشتری برسیم، تا اینکه بیایم هی قوانین بیشتری رو به وجود بیاریم به بهونه امنیت. یعنی آزادی خودش امنیت بیشتری رو به دنبال داره، تا اینکه ما بخوایم هی محدودیت به وجود بیاریم به بهونه اینکه بخوایم کنترل کنیم جامعه رو. تو ادامه یک نگاه تکاملی دوباره داره نویسنده و میخواد به ناندرتال‌ها برسه و انسان‌های اولیه تا زمانی که ما به انسان خردمند میرسیم. مثال‌های زیادی میزنه برای ما بچه‌ها که ما متوجه بشیم اتفاقا انسانی که امروز روی کره زمین وجود داره هوشمندترین انسان نبوده. یعنی اینکه ما فکر کنیم ما باهوش‌ترین گونه بودیم یا حتی قوی‌ترین گونه بودیم حرف اشتباهی. ما نه حتی از نظر فیزیکی قوی‌ترین گونه یا حتی قوی‌ترین گونه انسان‌ها بودیم، اون انسان‌های اولیه که می‌تونیم به 5 تا دسته تقسیمشون بکنیم، و نه از نظر هوش. میگه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما گونه‌ای بودیم که تونستیم یادگیری و زبان مشترک برای خودمون به وجود بیاریم. یعنی اگه بخوایم صرف فرایند هوش رو در نظر بگیریم، میگه اتفاقا گونه‌های دیگه هوش و جمجمه بزرگتری از ما داشتن، کلا مغز بزرگتری از ما داشتن، خب حتی از نظر فیزیکی هم قوی‌تر بودن. اما ما تونستیم یک المانی پیدا بکنیم به اسم یادگیری و همکاری که اون تونست باعث بقای ما بشه، اون تونست ما رو قوی‌تر بکنه. یعنی همون باز همبستگی گروهیه بود که تونست ما رو متمایز بکنه و ما رو جلو بندازه از بقیه.
میگه حالا گونه ای که تونسته با همکاری خودش رو به سرانجام برسونه و باعث بقای خودش بشه، الان میاد یه سری ایده های مثلا زیستشناسی در رابطه باهاش میگن، اشاره میکنه به کتاب ژن خودتو از داوکینز، خیلی اسم این کتابو میاره و بهش انتقاد میکنه. میگه تو دهه 1970 این کتاب چاپ شد و خیلی این قضیه رو پروموت کرد که عنوانش معلوم بود دیگه، ژن خودتو، انسان موجودی خودخواه. البته میگه تو آپدیت های این کتاب یه مقدار از مطالب خودخواهانش، مطالبی که به اون موضوع میپرداخت، کمتر شد. ولی میگه این کتاب زیست شناسی هم حتی تو دهه اومد که به اصطلاح بهش میگه دهه منها، یعنی دهه‌ای که فردگرایی داشته توی آمریکا پروموت میشده. و میگه متاسفانه این کتاب ها باعث شدن که کلا نگرش انسان ها نسبت به خودشون عوض بشه. تو ادامه اما میگه آقا پس این همه اتفاق بدی که افتاده مثلا توی جنگ های جهانی، اینا از کجا میاد؟ اینا چه آدمایی هستن؟ حالا تو ادامه کتاب ما سراغ جزئیاتش میریم. بچه‌ها من هنوز این کتابو تموم نکردم، تقریبا دو سوم کتاب باقی مونده که توی دو قسمت بعدی بهش میپردازیم. اما میگه یک نکته‌ای در دی ان ای ما هست که اون باعث این میشه که ما نتونیم نسبت به همه گونه های مثل خودمون خیرخواه باشیم. و میگه اون دی ان ای ماست که ما صرفا میتونیم دایره کمی رو برای اعتماد کردن پیدا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما همدلی زیادی داریم، همگروهی و کار جمعی خوبی انجام میدیم، اما با عده کمی که نزدیکمون هستن. و این میگه توی دی ان ای ما رفته که ما متاسفانه حس همدلی کمی میتونیم پیدا بکنیم با گونه های دیگه. این میگه یک ایده ایه که میتونیم بهش بپردازیم الان. اما میگه ما برای رد این ایده هم باز مثال هایی داریم. این مثالاش هم برای من جالب بود بچه‌ها. به یکی از فرمانده های آمریکایی اشاره میکنه بچه‌ها، یک فرمانده هست به اسم مارشال، میاد یک اتفاق تاریخی رو تعریف میکنه، احتمالاً قضیهشو شنیدید، وقتی که آمریکایی‌ها قرار بوده به یک قسمتی از ژاپن حمله بکنن و حالا یک زد و خوردی بین ارتش آمریکا و ارتش ژاپن صورت میگیره. وقتی که آمریکایی‌ها شکست می‌خورن توی اون عملیات، این مارشال که فرمانده بوده از سربازا میخواد که آقا شما واقعاً هر انتقادی که به من یا به هر کدوم از بالا سریاتون دارین رو بیاین مطرح بکنید، ما ببینیم ایراد کارمون کجا بوده. میگه وقتی این سربازا اومدن واقعا عملکردشون رو راست توضیح دادن و انتقاداشون رو مطرح کردن، این فرمانده اصلا متوجه شده که اکثر این سربازا حتی یک شلیک هم انجام ندادن. خیلی اتفاق جالبیه بچه‌ها. یعنی وقتی اومدن عملکرد این سربازا رو دقیق بررسی کردن، دیگه خیلی از این سربازها، حتی اونایی که توی تمرینات تیراندازی خوبی دارن یا اصلا تیر رو شلیک نکردن یا درصدی که تونستن موفق ادامه شلیک بکنن خیلی کم بوده. میگه حتی ما میتونیم اگه با جزئیات بیشتر بریم بررسی بکنیم، خیلی از این سربازا تعمدن نمیتونستن شلیک بکنن. یعنی با اینکه شرایط بحرانیه، در شرایطی قرار گرفتن که دارن جنگ تن به تن با اسلحه میکنن، خیلی از آدما حتی توی اون شرایط نمیتونن تیراندازی بکنن به یک انسان دیگه. میگه یک سری تحقیقات انجام دادن روی سربازای جنگ جهانی دوم و متوجه شدن بیشتر از نصف این سربازا اصلا تا حالا هیچ آدمی رو نکشتن توی جنگ. و میگه اتفاقا کشته‌های جنگ جهانی توسط اقلیت کمی از سربازا بوده. میگه مثلا تو همون ارتش آمریکا مسئول 40% از هواپیماهایی که ساقط شدن کمتر از 1% خلبانا بودن. یعنی 1% خلبانا تونستن 40% این هواپیماها رو از بین ببرن. یا یک روایتی میکنه از جورج روبر در رابطه با جنگ داخلی اسپانیا که میگه وقتی شما به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مراجعه می‌کردی، خیلی از سربازایی که به درمانگاه مراجعه کردن توی جنگ آسیب ندیده بودن. اینا یا خودشون به خودشون آسیب زده بودن یا حتی به دروغ کاری می‌کردن که از اون محیط جنگ فاصله بگیرن و نخوان دست به کشتن یه انسان دیگه ای بزنن. تو ادامه دوباره برمیگره به همون حرفایی که ژان ژاک روسو میزنه و میگه اتفاقا وقتی ما به کشاورزی روی آوردیم، با اینکه تونستیم محصول بیشتری تولید بکنیم، اما از همون زمان معضلات دیگه برامون به وجود اومد، از طبقاتی شدن جامعه تا حتی تفاوتایی که بین جنسیت مرد و زن به وجود اومد. یه ویدیو بچه‌ها من پیروز منتشر کردم، حتما حالا لینکشو میذارم ببینید، در رابطه با تاریخ کنترل بدن زنان بوده و اینکه اتفاقا کشاورزی و یکجانشینی چه تأثیری داشته توی تبعیض‌های جنسیتی. یعنی فارغ از اون اختلافات طبقاتی و اقتصادی و ناامنی‌هایی که به خاطر یکجانشینی انسان رو تهدید کرده که توی ویدیو تکامل اجتماعی با کوشام صحبت کردیم، تبعیض جنسیتی هم تقریبا از همون زمان شروع شده و آسیبی که به خانم‌ها رسیده و موقعیتی که توی جامعه دارن. برای آخر این ویدیو بخشی از روی متن می‌خونم، خیلی جالبه برای خودم. میگه تمدن در ادوار زیادی فاجعه بوده. ظهور شهرها و حکومت‌ها، کشاورزی و نوشتن برای اغلب مردم رفاه به دنبال نداشت، بدبختی داشت. تنها در همین دو قرن اخیر است که در یک چشم هم زدن اوضاع چنان بهتر شده که فراموش کردیم زمانی زندگی چقدر افتضاح بود. اگر بردارید تاریخ تمدن را به 24 ساعت تبدیلش کنید، 23 ساعت و 45 دقیقه اول رنج مطلقه. تنها در 15 دقیقه آخر است که جامعه مدنی به نظر عقیده خوبی میرسد.
نویسنده در نهایت میگه نگرانی من اینه که آدم‌ها نتونن موقعیت الان جهان رو درک بکنن و اینکه اتفاقا ما چه موفقیتایی تونستیم کسب بکنیم. حالا درسته که از ایرادهای جامعه مدنی میگیم، اما ما تونستیم خیلی از مشکلات مثل فقر شدید رو از بین ببریم. میگه متاسفانه اگه ما بخوایم از الان به بعدم راجع به گونه خودمون اینطوری فکر بکنیم، جلوی پیشرفتمون رو میگیریم. یعنی اگه دلمون میخواد دست به تغییری بزنیم، باید متوجه این باشیم که از ابتدای تکامل، از ابتدای چگیری گونه‌مون تا الان چه مسیری رو اومدیم، به این مسیر نگاه بکنیم و ببینیم از این به بعد چه کمکی میتونیم به خودمون و به اطرافیانمون بکنیم. میگه متاسفانه این فضای بدی که شکل گرفته جلوی امیدوار بودن آدم‌ها نسبت به تغییر رو میگیره و به این نوعی میخواد نویسنده تو این کتاب یه همچین موردی رو برطرف بکنه. حالا تو دو تا قسمت بعدی مثال‌های بیشتر و دلایل بیشتری رو برای دفاع از نظریه‌اش میبینیم و میشنویم. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید بچه. امیدوارم مطلبی که عرض کردم براتون جذاب بوده باشه. اگه اینطور بود لطف کنید ویدیو رو لایک کنید و اگه حس کردید باحاله برای باقی افرادم بفرستید. مرسی از همراهیتون. اگه خیلی با همون حال کردید میتونید از طریق لینک کامنت باشی که تو دیسکریپشن هم هست از ما حمایت کنید. مخلص شما، وقتتون بخیر.